آیا جواب فشار سنگین بحران معیشت بر مردم داشتن دغدغه است؟ دغدغه روزانه بنده است. اگر نگم این که دغدغه هر ساعت من هستش. واقعا شما روزانه دنبال من میکنید؟ من روزانه دنبال میکنم، ساعتی دنبال میکنم، اصلا من رصد میکنم وضعیت قیمت ها. این هم نتیجه دغدغه آخوند رئیسی. آقای دولت، آقای وزیر، آقای وکیل، آقای معاون اول، همچنان گرانی داریم، همچنان اقلام اساسی داره به مردم فشار میاره. امیدواریم دولت 13 وعداشو بتونه عملیاتی کنه. براستی این وضعیت محصول چیست؟ 70% از قاچاق فقط متعلق به یکی از بنادر است. به نتیجه این فساد نهادینه شدن صدمه به تولید داخلی و ورشکستگی بسیاری از کارخانه ها و بیکاری عده کثیری از هموطنان است. چرا با رانتای وزارت نفت برخورد نمیشه؟ چرا با فساد به طور ریشه‌ای برخورد نمیشه؟ ما روزانه 6000 تن LPG توزیع میکنیم. فقط 2000 تنشو میدونن به کجا میرسه. یعنی چی؟ یعنی یک به طور متوسط هر ایرانی ارزش پولش 50000 تومان روزانه داره کاسته میشه. نه هر خانواده، هر ایرانی. و این فاجعه است. ما بعد در آستانه یک تورم بزرگ دوباره ما قرار داریم. این وضعیت بحرانی که ناشی از فساد و چپاول است راه به کجا میبرد؟ حسین راغفر، کارشناس رژیم، درباره این وضعیت میگوید قطعا دوباره شاهد تکرار اتفاقات دیماه 96 و آبان 98 خواهیم بود، چرا که پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی برای جامعه پذیرفتنی نیست. فقط مراقب باشیم که خیلی زود دیر نشود. روزنامه حکومتی آرمان هم هشدار می‌دهد اگر وضع به همین منوال پیش برود، این بار با گرسنگان و پابرهنگان و ضرباهنگ قابلمه‌های خالی چه خواهید کرد؟ ما باید حقمون رو از این پس فرصت رو بگیریم. میدونم اینا دیگه نفس آخرشون رو دارن میکشن. بدون شک ما همراه با شما سرنگونی رو محقق میکنیم. آرامش رو به کشور عزیزمون ایران برمیگردونیم. به امید فردایی بهتر با خواهر مریم عزیز. درود بر مجاهدین خلق.